30 سال و 11 ماه سابقه دارم، الان حقوقم 2800. بازنشستگان تامین اجتماعی میگن دخل و خرج زندگیشون گره خورده با همسانسازی حقوقشون. من درد دل امینا رو من بگم. ببین ما الان هممون زن داریم، بچه داریم، عروس داریم، نوه داریم. هزینه‌مون بیش از کسیه که تازه سر کار میره. اونها مدت هاست میگن چرا باید بین بازنشستهای تامین اجتماعی با دیگر صندوقهای بازنشستگی اینقدر اختلاف باشه. مگه ما چه فرقی با لشکری و کشوری داریم؟ مگه ما تو این مملکت زندگی نمی‌کنیم؟ اونا هم دارن زندگی میکنن. پس چرا بین ما باید اینقدر فرق باشه؟ این دو اتوبیسی که من میگیرم، یه چیزی بگم آقا میگیره به حضر تباس اجاره خونمون نیست. همون باز میگن اختلاف داره، به اختلاف تو همسانسازی قبلیه، انشالله با این گام جدید این اختلاف درست میشه. به هر حال مجلس برای همسانسازی حقوق بازنشسته‌ها گام برداشته و تلاش کرده تبعیض‌ها و اختلافات رو به حداقل برسونه و بازنشسته‌ها رو امیدوار کنه. خوبه اگه بدن، اگه بدن خوبه، ولی تا الان به فکر کارگر تامین اجتماعی نبودن. آقایون نماینده، تو رو خدا من قبلیه که کاری انجام ندادن، اولا شما این کار انجام میدید. این تبعیض از بین بره و این اختلافات و این بحث از حاشیه ها جمع بشه. امیدواریم این اتفاق بیفته. بازنشسته که دنبال حاشیه که نیه یا نه؟ اصلا مسئولین بدونن که بازنشستگان فقط به فقط مشکل صنفی خودشون رو مطرح کنن. هر کی سیاسی کنن بازنشسته، اونا که میخوان سیاسی کنن اصلا هیچ ربطی به ماها نداره، این از ما هم نیست. آقای دهخانکیا میگه اگر مرحله دوم همسانسازی اتفاق بیفته وضع حقوق بازنشسته ها انشالله بهتر میشه. 30 سال سابقه دارن، با حداقل دستمزدشون اینا بایستی با متناسب سازی حداقل به 4 تومن برسن. بالای 4 تومن یا زیر 4 تومن؟ بالای 4 تومن. آقای دکتر سالاری تا الان هر قولی که داده، من حالا بعدم بهشون میگم که عمل کرده. آقا ممنون، خدا قوت، خسته نباشی. کلی پیام داشتیم به پیگیری 23 در مورد سهام عدالت. به پیگیری 23 خبرنگار ما خانم خدادادی از مسئول مربوطش سوالات شما را پیگیر شده. اولین سوال اینه که سهامداران سهام عدالت که به سن قانونی نرسیدن چطور میتونن در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت کنن؟ کسانی که زیر 18 سال هستن. آقای پور رضایی مشاور اجرایی سهام عدالت میگه والدینشون در سجام ثبت نام کنن و احراز هویت بشن، نیاز نیست افراد زیر 18 سال در سجام ثبت نام کنن. آقای پور رضایی در پاسخ به این دو سوال که آیا تا پایان سال سهام عدالت به طور کامل آزاد میشه و اینکه تکلیف جاماندگان چی میشه، میگه هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. تو در خصوص سود سهام عدالت که آیا واریز میشه تا آخر سال؟ انشاءالله در دستور کار هست که این کار تا این ور سال و اگر به هر دلیلی نتونستیم برسونیم، ابتدای سال آینده فرایند پرداخت سود سهام به سهامداران انشاءالله انجام بگیره. پیام دادن گفتن که ما فلان شهر فلان خیابون. فتحعلی‌زاده پیگیر این سوژه شده، چرا طرف به اون شهری که سفر نکرده براش پیامک تخلف رانندگی میاد؟ بر اثر خطای دوربینی، وقت اوسیارش دچار مشکلیه، وقتی شرایط جوی بارش بارندگی داره درسته میخونه، یک پیامک برای فرد میاد. اون پیامک داله بر اینکه شما جریمه شدی نیست، تقریبا 90% اصلاح میشه اگر براشون وجود داشته باشه. اگر پیامک دومی که مبلغ داره، شناسه پرداخت و شناسه قبض داره، براشون واصل شده است، یعنی جریمه قطعی براشون واصل شده، اگر در واقع چی باشه ردش میکنن و باطلش میکنن. آقا این نامه آقای نوبخت داره. حدود 2 ماه پیش معاون وزیر کار به پیگیری 23 گفت طبق این دستور آقای نوبخت ظرف 1 هفته جاماندگان بیمه بیکاری به حسابشون مقرری بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. تا چند وقت پیش به ما پیام میدادن که هنوز واریز نشد. آقا این سلامی خیلی شیطنت میکنه. چند وقت پیش که معاون وزیر کار رو دیدم گفت ما به شدت پیگیر این موضوع هستیم. پیگیری های ما اینو میگه. خود آقای نوبخت هم نامش رو برای ما رونوشت فرستادن. خود آقای نوبخت هم اعلام کرده به خزانه داری کل که این تعداد محدودی که مونده اینا رو هم پرداخت کنن. تن کیای دکتر نمیشه. حالا من که زمانی نمیشه بدم، اما ما سعی میکنیم که به هر حال در قبل از سال یه اینا هم پرداخت بشه ان شاء الله. صفحه ما هم در فضای مجازی پیگیری 23 مراجعه کنید و اگر سوژه دارید برای ما ارسال کنید. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.